صلى الله عليك يا مولاي. يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي. السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما حسینیان، بینندگان برنامه تکیه بین الحرمین از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. امیدوارم هر جا که هستین اوقات ایام به کامتون بوده باشد. قطع و مسلم معلوم است برای حقیر و همه عزیزانی که اینجا دستن در کار هستند که تپش های قلوب شما نسبت به زیارت آقا سید الشهدا روحی له الفدا خاصه در دهه اول محرم، شب اول محرم، وقت تعویض پرچم
گنبد مطهر آقا سید الشهدا روحی له الفدا در غلیان هستش. حق دارید اگر سر از پا نشناسید برای محرم آقا سید الشهدا روحی له الفدا. شیعه چنین است، مؤمن چنین است. حرارتی که در قلوب مؤمنان است در غم آقا سید الشهدا و مصائب آقا ابی عبدالله روحی له الفدا، این خاصیت را دارد. همین که علامت ایمان است نشانگر است که قلوب در غلیان می افتد در غم آقا ابی عبدالله روحی له الفدا. امیدوارم که هیچ کسی داغ زیارت آقا ابی عبدالله به دلش نماند. حقیقتا بسیار سخت است، فراق بسیار سخت است. عرضم به خدمت شما، خوب روزهایی که گذشت راجع به ایام و مناسبت ها سخن گفتیم، خاصه راجع به عید الله اکبر قدیر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. و دیگه از امروز سعی میکنیم برگردیم به همان بحوث محوری برنامه تکیه بین الحرمین، یعنی بررسی مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفدا، آنچه که در کربلا اتفاق افتاد و آن چیزهایی که باعث شد کربلا اتفاق بیفتد و آن چیزهایی که در نتیجه اتفاق کربلا واقع شد در عالم، و آن حقایق را با هم دیگه بررسی کردیم، اندازه بضاعت مزجاتی که داریم و آن چیزی که مجال برای ما ایجاد می کند گفت و شنودش را. بالاتر از این هست قطعا، به حکم فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر صاحب علمی عالمتری وجود دارد. خاصیت علم چنین است که به یک نقطه توقف نمی کند، دائما در رشد و نمو هستش. علم حقیقتی نورانی است که این صفت را دارد. وقتی صحبت از علم برای شما عزیزان دارم و این دستگاه صدا رو در بیارم که وقتی صحبت از علم برای شما دارم، خاصه وقتی که حقیر عرض میکنم، بدانید آن چیزی را علم میدانیم که حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین آن را علم دانستند. و گفته این بارها، ما بقیه آن چیزهایی که جزء دانستنی هاست و حضرات آل الله به عنوان علم به آن اشاره نکردن، جزء فضائل به حساب می آید. کسی علومی داشته باشد، من جمله محفوظات، من جمله عرضم به خدمت شما چیزهایی، علومی که علوم پایه هم نیستن، بعضیاش فقط ابزارن برای شناختن چیزهای دیگه، اینها را عرضم به خدمتون جزء فضائل می دانیم. علم به ماه و علم روایی آن حقیقت نورانی است که قلب را روشن می کند. خب عرض می کردم خدمت همه شما عزیزان که با این علوم است که انسان رشد پیدا می کند، و سعی ما بر این است که راجع به این معلوماتی که در کربلا، از کربلا برای حقیر یا بقیه عزیزان معلوم شده است و اساتین به ما گفتن، در اختیار همه شما بگذاریم. و این را تأکید میکنم که نه این است که حرف به همینجا پایان بیابد، ابدا علم این گونه نیست، جای رشد و نمو دارد دائما، پس از تلاش هیچ گاه هیچ عالمی نمی نشیند. قاعده علم همین است. رسیدیم اگر خاطرتون باشه به مباحث میدان رفتن حضرت عابس بن شبیب شاکری. خب یه اشاره‌ای داشته باشم برای عزیزان که اگر از ذهن رفته برگردد، یا کسانی که تازه به جمع ما پیوستن، و آن این که حضرت عابس بن شبیب شاکری که از اصحاب خاص آقا ابی عبدالله روحی له الفدا بود، بلکه از سردمداران اصحاب به شمار می آمد، شخصی بسیار سرشناس بوده است که اهل کوفه تقریبا تماما او را می شناختن، به حکم اینکه معلم قرآن آنها بود در کوفه. و عرض کردیم در غزوات بسیار زیادی، مجاهدات و مبارزات و دلاوری ها و شجاعت های حضرت عابس را دیده بودند، تا آنجا که وقتی قدم به میدان مبارزه می گذارد احدی به مسافه او نمی آید، کسی را جگر و زهره آن نیست که مقابل عابس بایستد. همچنین در لشکر هم ندا می دهند که این شیر شیران است و ما مبارزات او را دیده ایم و کسی به مساف او تن به تن نرود که قطعا به درک واصل می شود. عبارت به درک از من است. آنها گمان می کردن بهشتی می شود. پناه بر خود که از آن چقدر عوض می شود
که از صفات دشمنان و کفار قرآن شمرده است این صفت را، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمه را از اون موضعی که دارد جا به جا می کند، چیزهایی که در خور خودشان است به دیگران نسبت می دهند. طول تاریخ هم همین گونه بوده است. کفار و دشمنان این حربه را بسیار استفاده می کردن. در کربلا هم می بینیم جایی که آقا سید الشهدا رو حلاف ودا مشغول نماز می شوند و نماز را اقامه می دارد. چه می گوید آن نانجیب، نانجیب حقیقتا، که حسین نماز تو قبول نیست و نماز ما قبول است. که حبیب ابن مظاهر جواب او را داد، زهیر سلام الله علیه جواب او را دادن. به هر عنوان حرفی که زدن شیر شیران است و به مسافه او رفتن جگر و زهره می خواهد و کسی را یارای این نیست. مقابل عابس ابن شبیب شاکری شمشیر از نیام بیرون بکشد. دستور به این داد عمر سعد ملعون که او را سنگ باران کنند. راجع به سنگ باران صحبتهایی را عرض کردیم و گفتیم چگونه بوده از سنگ باران در کربلا. خب جزء مصائبی است که باید بران خون گریه کند شیعه و خون گریه می کند. ایام محرم که میرسد انشاءالله در مجالس روزه و ذکر مصائب آقا ابی عبدالله قدری بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد. دیگر عزیزان خادمین منبر آقا سید الشهدا روح الفدا هم اشاراتی کرده اند و مصائب را می دانید. به هر عنوان او را سنگ زدند. و نکته ای که در کربلا بعضی از اتفاقات آقا جون تو کربلا مثل نگین روی انگشتر می درخشد، بعضی از اتفاقاتی که در کربلا افتاده است بین اتفاقات دیگر سر است، بیشتر دیده می شود. خب یک جهت عقلیه دارد و آن این از اتفاقاتی است که با فطرت انسان توأمان است، گره محکم خورده است با فطریات، یعنی همه کس آن را درک می کند، بسته به ملت و فرهنگ خاصی هم نیست، لذا جهانی است. این که می بینید محبت آقا سید الشهدا روح الفدا جهانی است، یکی از حکمتهاش همین است. بعضی از اتفاقات کربلا را همگان می دانند بد است، محرق القلوب است، جگر می سوزاند. مثلا چه بین رشادت های حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه روح اله الفدا قمر الولایه، خب مواقف بسیار زیادی دارد حضرت قمر در کربلا، بلکه از وقتی که از مدینه را افتادن تا روز عاشورا و حتی بعد از عاشورا و آن لحظاتی که یزید پلید لعنت الله علیه نگاهش به علم ابوالفضل می افتد و آنچه که نقد کرده اند در جای خودش. این کلام حضرت سید الشهدا را به گوش هوش بسپارید و انشاءالله تاسوعا در همین کلام غور کنید، این کلام را به ذهن بیاورید، راجع به آن تفکر کنید که حضرت سید الشهدا روح الفدا به برادر با جان برابرش میگوید رحمک الله نصرتنی حیا و میتا، تو مرا نصرت کردی، یاری کردی، چه در زمانی که حیات داشتی چه در زمانی که ممات داشتی. از عجایب است و اسرار است این حرف. اگر بگویی چگونه نصرت بعد از ممات دارد، اول حرفی که به تو میزنم این گنبد و بارگاه است که الان چشم روح شما را نوازش میدهد. ببینید کربلای آقا سید الشهدا، حرم آقا ابی عبدالله را هر که به خاطر بیاورد لابد است از تذکر به حرم قمر بنی هاشم صلوات الله علیه بماند. خب مواقف بسیار زیادی دارد حضرت قمر الولایه صلوات الله علیه، ولی آن چیزی که بین اذهان همه مردم، همه عشاق و بلکه کسانی که بیرون از دایره ولایت هستند اگر بشنوند واقعا انکسار خاطر ایجاد می کند این است که با آن نهایت تشنگی دست در خنکای آب می برد، آب نمی نوشد، آب را رها می کند. دوست و دشمن این را نقل کرده، همین حرکت
آب برگرداندن روی آب از کسی که به شدت تشنه است و راجع به قلب قمر بنی هاشم ببینید امام سجاد چه فرموده است صلوات الله علیه. بماند انشاءالله ایام تاسوعا خواهم گفت به مدد خود قمر بنی هاشم صلوات الله. بعضی از اتفاقات کربلا بیشتر زبان زده است از اتفاقاتی که مثل نگین انگشتر می درخشد در مبارزه اصحاب آقا سید الشهدا روحی لال فدا. این است که حضرت عابس بن شبیب شاکری هم خود از سر مبارکش برداشت و هم زره از تن مبارکش به در آورد که راجع به سخنانی را عرض کردیم. میان برنامه به مناسبت ایام غدیر ببینیم و برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر اهدی نهفته در ذات علی لوح فلکی دلیل اثبات علی احمد یعنی مخام که به ذات حق رسید از درجات محوست بر او جهان و او ماتم علی. اجرت بهش باید اجرت بهش باید ره آن دهم نشانت به طریقه علی رو چه رساند این به آنت تو ولای او نداری به سقر بود مکانت ز شمیم خلد بویی نبرد مشام جانت همه عمر اگر بپویی ره زهد و پارسایی خود خاتم انبیا فرمود علی جانم اگر یه بنده از بندگان خدا عمر نوح داشته باشه روزها دور کعبه نماز و روزه و عبادت شبها به تهجد بین صفا و مروه مظلوم شهید و کشته بشه اما یا علی در راه خدا به اندازه کوه احد طلا و نقره انفاق کنه. علی جانم ولایت و محبت توی علی رو نداشته باشه بوی بهش به مشامش نمیرسه به شکرانه محبت علی تویی که گوشه جلسه داری عشق میریزی جان امیرالمؤمنین به حق همه دعا کن. یا امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین. حقیقتا اگر ما مولا را نداشتیم چه میکردیم؟ طالب این فکر کردید؟ نمیدونم اونایی که امیرالمؤمنین را ندارن چه میکنن؟ چه دارند اصلا؟ الحمدلله. خب حضرت عابس بن شبیب شاکری، ببینید همین الان این جمله که عرض کردم کسانی که مولا را ندارن ما اگر امیرالمومنین نداشتیم چه کار میکردیم، ببینید همین الان که صحبت از رشادت های حضرت عابس بن شبیب شاکری سلام الله علیه به میان می آید در پس زمینه ذهن شما هر وقت سخن از مبارزات و شجاعات به میان می آید سردمدار این شجاعات کیست؟
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نه فقط شما، هر کسی که اهل تاریخ باشد معلوماتی راجع به جنگ‌های صدر اسلام داشته باشد میداند که امیر عوالم علی ابن ابی طالب چه دلاوری است صلوات الله علیه. دوست و دشمن به آن اقرار دارن. یا ابا عبدالله مدد. حضرت عابس کلاه خود از سر بر می دارد، زره از تن به در می آورد، که اینجا یکی از جاهایی است که اسرار بسیار زیادی را راجع به کربلای آقا سید الشهدا روحی له الفدا می شود درک کرد. یعنی از جاهایی است که خوراک روح برای همه شما ایجاد می کند. از اینها باید استفاده این گونه کرد، باید از این اتفاقات درس گرفت. درس گرفت ساده نه، بلکه بعضی در تئوری قوی هستند، به عمل که میرسد قدری لنگان لنگان. باید عمل کرد به آنچه که اصحاب سید الشهدا روحی له الفدا عمل میکردند، به آنجا که نمیتوان رسید، به گرد توسن مبارکشان هم نمیتوان رسید، ولی باید در همان طریق قدم گذاشیانه. اول بسم الله کربلایی شدن این است که دل از غیر ابی عبدالله بکنیم. ما که دلمان گروی هر چیزی هست، پناه بر خدا، به هر عنوان، و عرض کردیم که در وادی آقا سید الشهدا روحی له الفدا کسی قدم میگذارد باید سر و جان را بسپارد. همین ایام است، یعنی ایامی که گذشت و ایامی که در پیش داریم، کلمات و جملات آقا سید الشهدا را دنباله می کنید یا نه؟ همین امروز است به احتمال قوی آنچه که مقرم نقل کرده است، سید الشهدا رسیدن به منزلگاهی که خبر شهادت حضرت مسلم و عانی ابن عروه به او رسید، شاید همین لحظات است. سید الشهدا نشستن و ارباب مقاتل نقل کردند که ابی عبدالله بلند بلند گریه کردند. سید الشهدا فرمود بعد از شما خیری در دنیا نیست، راجع به حضرت مسلم و تفقدی که کردند بر دختر خواهرشان، همسر خواهرشان، همسر حضرت مسلم ابن عقیل و دختر او حمیده را به زانوی محبت و مهربانی نشاند. آقا سید الشهدا، اتفاقاتی که افتاده است در این منزلگاه، در منزلگاهش اختلاف هست ولی اتفاق افتاده است. به هر عنوان آن به آن در صدد باشیم که دل را آنجا متمرکز کنیم که سید الشهدا، اگر به کسی هم محبت و علاقه می‌ورزیم جهتش آقا سید الشهدا روحی له الفدا باشد. به ما آموختن، دستورم دادن، احبب فی الله، دوست داشته باش در راه خدا، برای خدا. اگر این گونه بود مانعی ندارد. اگر محبتی مقابل محبت حضرات اهل بیت ایستاد، خب اونجا دیگه. به هر عنوان و عرض کردیم کسی که در وادی کربلا می آید قدم به میدان بلا می گذارد و می داند که این، دقت، چند جمله را دقت ویژه کنید، و می داند که این وادی بلا برای او محسنات دارد در آخرت، ثمرات دارد، بلکه گیرم که ثمره ای هم نداشته، گیرم که دارد، گیرم ثمره ای هم نداشته باشد، پیش نگاه آن محبوب می آیدین، او که می خواهیش نگاهت می کند، لذا سینه را مستعد تر می کند، تلاش را بیشتر می کند برای استقبال آن چیزی که محبوبش می پسندد. و اینجا اگر خاطرتون باشه گفتیم جوع و عرضم به خدمت شما آتش و مشقات که حضرات آل الله و اصحاب اولیاء الله اینها بر خود می پذیرن از همین قسم است، یکی از حکمتهاش و حکمتهایی دارد. به هر عنوان از حرکت حضرت عابس در کربلا، این که باران سنگ می آید و کلاه خود فولادی آهنین می تواند ضرب سنگ را قدری کم کند، می تواند زره فولادی ضرب سنگ را کم کند، از تن به در می آورد. آیا معنای آن نیست که اگر در طریق کربلا هستی، قدری هم مشقت برای تو هست، قدری هم سختی هست، سختی را به جان بخر، ببین در پی آن چه داری؟ از
آداب اهل معرفت بیرون می آیی. شاید حمل آن برای بعضی سخت باشد، شاید کسانی که حلوا نچشیده باشند با شیرینی این مطالب آشنا نباشند. خرده بر کسی نمیگیریم، ما تسلیمیم و عرض میکنیم از آداب غیر معرفتی، از قواعد غیر حبی عرض میکنیم. مطلب عقلی، مگر کسی که در زیر تیغ جراحی دکتر فوق تخصص قلب میرود سینه او مجروح نمیشود؟ میشود. استخوانهای او مجروح نمیشود؟ میشود. چرا تن به این جراحی میدهد؟ چون در پی این جراحی سلامتی هست که ارزش دارد این زخم را به خاطرش تحمل کنی. یک قدم بالاتر بروم، بلکه واجب است که این زخم را تحمل کنی که سلامت را به دست بیاوری. بله، در وادی محبت که نیست، در وادی کاملا مادی و دنیایی عرض کرده، همگان تشنه حیاتند دیگه. اصلا بشریت از غیر اولیاء خدا، بشریت از ازل تلاشش، ازل که عرض میکنم ابتدای خلقت، از خورده نگیرید که بشر ازلی نیست ها، حالا بحث کلام نمی کنم که به لغت گیر بدین. عرضم به خدمت شما، از ابتدای خلقت بشر، نوع بشر در پی آن است که حتی شده یک روز بیشتر زندگی کند، یک ثانیه بیشتر زندگی کند. این که الان ما توهمش را هم نداریم، تخیلش هم، چون نرسیدیم به سکرات مرگ. بذار برسیم به سکرات مرگ، وقت اونجا معلوم میشه که برای یک ثانیه کسری از ثانیه چگونه تمنا داری که خدا برم گرد. و آیات قرآنم حاکی از این مطلب، رب برجعونی، مرا برگردانید، که لکه یعمل عملا صالحا. و آیاتی که در این زمینه هست، حالا موضوع بحث ما نیست. تمام بشریت تلاشش بر این است که داروی قرصی چیزی پیدا کند، اکسیری که بتواند حیات را برای خودش دائم کند. اینطور نیست. دول دیگر اینطور، کسانی که از دین بیرونن گونه نیستن، تحقیقات میکنن. پس به حکم عقل بلکه واجب است کسی تن بدهد به تیغ جراحی، و آن تیغ بسیار برنده، تمام قشر او را مجروح کند، سینه او را مجروح کند، استخوانهای او را مجروح کند، که سلامت قلبش را به دست بیاره. چرا این گونه میکنند؟ برای، جمله را حفظ کنید، برای طلب احسن انسان تن میدهد برای چیزهای دیگر، برای طلب آن چیزی که احسن است. خب همین حرف را ما اگر بیاییم تو وادی دین بزنیم، چرا خورده میگیری؟ شما را عرضه میکنم کسانی که به شما اشکال میکرد، همین مطلب را اگر ما منطبق بر مطالب دینی و حقایق عالم کنیم، چیزهایی که پایان ندارد، یعنی مربوط به آخرت هستی که پایان ندارد، چرا خورده میگیرید؟ اگر من قدری مشقت درد عزاداری سید الشهدا، ولی درد دارد، سینه زدن بر سید الشهدا درد دارد، هروله کردن در مجلس سید الشهدا درد دارد، لطف زدن برای ابی عبدالله درد دارد، مجروح میکند. همین گونه عزاداری های دیگر، کسی منکر این نیست، ولی آن محبت، محبتی است که غلبه میکند بر این درد. این درد شیرین است، این درد را به جان میخرد عزادار سید، اصلا تو قسمت درد فکر نمیکنه، اینجا نیست اصلا، در این وادی نیست که این بدن الان داره در اصلا فکرش. همه تون تجربه کردید دیگه، آن چیزی که عام‌تر است رو بگم، وقتی گریه میکنید، گریه از اعماق وجود است، از اعماق وجود است، قلب میسوزد که اشک جاری میشود. بله، و غالبا اختیاری نیست. اون گریه حقیقی هم که دست حضرت حق است، یا من هو اضحک و احکا، هم در دعای جوشن کبیر میخوانید، هم آیه قرآن حاکی از این مطلب است، هو اضحک و احکا. عرضم به خدمت شما، وقتی گریه میکنید اصلا در صدد اینه که چشم ما داره میسوزه الان از گریه، کسی اینجا نیست اصلا، کسی به این فکر نمیکنه چشم من الان میسوزه، این قدرت چشمیه من داره از اصلا، کسی اینجا نیست، میآید اشک میآید. بله، چرا؟ در پی دارد چیزهایی که سودی که ارزش تحمل این مشقت را دارد. ها
حالا در آستانه محرمیم، احتیاجی نیست با این مقدماتی که عرض کردم بخوام باز هم بگویم، تأکید کنم بر این که محیاشید برای محرم آقا سید الشهدا و هلال فدا. خستگی دارد، بالاخره پرچم زدن است، کتل زدن است، علامت زدن است، هیئت سر پا کردن است، با چیزهایی که مقابل هیئت زدن و هر دم هم که از این باغ بری میرسد یکی یه گوشه یه حرفی میزند. اخیرا هم حرف آخر که بیاد کسانی که عزاداری کردن برای حضرت مسلم معذرت خواهی کنن. اوف بر تو ای دنیا، اوف بر تو ای دنیا که این گونه انتظار برود از کسانی که خودشون قائلن که در این وادی محبت اهلن. به خدا نااهلی، قسم میخورم نااهلی. اگر اهل بودی اقل مرتبه کسی که اهل است، اقل چیزی، کمترین چیزی که کسی که اهل است باید رعایت کند حیاست. حیا، اگر کسی اهل خانه شد، خواست وارد خانه شد، اولین چیزی که باید رعایت کنه چیه؟ حیا مگر نیست؟ بی حیایی تو وادی آقا سید الشهدا و ادعا میکنید که ما هم خودمان چنینیم و چنانیم و چه میکردیم. بگذاریم، درد دل زیاده، نمیخوام وارد این مطالب شم. دوری که در دست ماست، بعضی از اعمال در کربلا مانند دور درخشان است. تمام کربلا نور مطلق است و ظلمت مطلق در مقابلش، ولی بعضی از چیزها با فطرت ما بیشتر جور میآید، بلکه با فرهنگ ما هم بیشتر، فرهنگای مختلف را عرض کنم، جور می آید، لذا دقت به آن بیشتر می شود. برای همینه می بینیم بعضی از دول مثلا در هند و پاکستان گهواره‌ای که درست می کنند چه حال عجیب و غریبی دارد، علمی که درست می کنند ارادتشون به قمر بنی هاشم چه حال عجیبی دارد، بعضی از دول نسبت به ذوالجناح برگشتن او از قتلگاه، حالات هر کسی یه جا سید الشهدا روحی لالفدا جامعه، جامع همه آن چیزهایی است که با فطرت انسانی در ارتباط است. سپس عابس ابن شبیب شاکری، سپس به مردم حمله کرد، به خدا دیدم بیش از 200 تن را میران و از هر سو بدورو کردن تا کشته شد. گوید سر او را به دست عده ای از مردان دیدم که هر کدام میگفت من او را کشتم. نزد عمر بن سعد آمدن، به آنها گفت ستیزه نکنید، یک تن او را نکش. و آنها را از هم پراکند. چنان رشادت داشت حضرت عابس که وقتی که به شهادت رسید همه دعوا سر این داشتن که بگویند ما او را به قتل رساندیم. عمر سعد هم اومد همه را آرام کرد، قبائل را آرام کرد و گفت که عابس کسی نبود که یک نفر بتواند او را به قتل برسانه، همه شما شریک در آن بودین. و اتفاقات دیگری هم افتاد که در بعضی از مقاتل به آن اشاره دقیق تری کرده. میمدن سران قبائل و بعد از کشته شدن و به قتل رساندن و به شهادت رساندن بزرگان کربلا سلام الله علیهم اجمعین ادعاهایی میکنن که عمر سعد آنجا ورود میکرد. راجبش صحبت میکنیم انشاءالله. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. اگر کلمات امروز مطالب پراکنده بود، به جمعی که در اذهان شما حاصل است دقت کنید و مطلب را بیابید. نکاتی که باید تذکر داده میشد ایام محرم است، گفتم برای شما که به دیگران بگویید. شما که اهل حریم هستید الحمدلله رب عالمین. دعای همه ما و عزیزان اینجا این است که موانع زیارت همه شما، خاصه اون کسانی که التماس گفتن، باز شه. هر جا هستید هدیه محضر آقا علی ابن مسترضا صلوات خط کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تا دین شکسته، جوانان یک به یک بردی ز دسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با
عجب کردی و تو مهمان نوازی، زمین کربلا قابل بازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی.